به نام خدا، با عرض سلام خدمت همراهان گرامی. با تحلیل یورو دلار در تایم روزانه در خدمتون هستم. در این چارت با توجه به الگوی اصلاحی که در این محدوده از چارت شکل گرفته، انتظار میره الگوی مثلث طبق لیبل هایی که مشخص کردم در این محدوده به اتمام رسیده باشه. با توجه به زمان موج دی و ای، میتونیم با کمی اقماز این سناریو رو مورد تایید قرار بدیم. روند صعودی در اینجا شروع شده. روند صعودی میتونه در این محدوده مقاومتی وارد روند اصلاحی بشه و بعد از مقداری اصلاح ادامه روند صعودی در چارت شکل بگیره. سناریو بعدی که همین روند صعودی رو تایید میکنه این هست که موج دی در این محدوده از چارت به اتمام برسه و بعد از اتمام موج دی یک روند اصلاحی در چارت شکل بگیره که با توجه به موج A و C الگو میتونه یک موج نوسانی و زمانبر باشه که میتونه به این صورت موج E در این محدوده به اتمام برسه و شروع روند صعودی رو در چارت شاهد باشیم، که در این صورت هم انتظار میره که قیمت در وهله اول نتونه از این محدوده حمایتی گذر کنه. در صورتی که بتونه از این محدوده گذر کنه، یک آلارم برای روند صعودی خواهد بود، و در صورتی که قیمت از این محدوده کف موج سی گذر کنه، ابطال روند صعودی خواهد بود و میتونیم این سناریو روند صعودی رو فیصده در نظر بگیریم. خب در کل الگو ما یک حرکت سه موجی داریم که موج صعودی اون در این محدوده به اتمام رسیده. کل الگوی اصلاحی به عنوان موج بی خواهد بود و به تبع بعد از اتمام موج بی یک روند صعودی در چارت شکل میگیره که در امتداد موج ای میتونه پیشروی های لازم خودش رو داشته باشه در بعد قیمت و در بعد زمان، که میتونه یک موج صعودی بلند مدت رو در چارت ایجاد کنه. هرچند با توجه به موج A میتونه موجی پر از نوسان و اطلاف زمان باشه، اما یک موج صعودی میان مدت خواهد بود یا بلند مدت خواهد بود. و کف موج C هم میتونه محدودهی برای فیل شدن روند صعودی در چارت باشه. امیدوارم این ویدیو تحلیل براتون مفید بوده باشه. تا تحلیل های بعدی، خدا نگهدار.